تهران. آماده باش ماموران انتظامی برای محرم در وحشت از اعتراضات. فاکس نیوز، حمله شیمیایی اسد به ادلب به رغم هشدارها. حزب سوسیال دموکرات برنده انتخابات پارلمانی سوئد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. پاسدار حسین رحیمی، سرکرده جنایتکار نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز دوشنبه وحشت خود را نسبت به اعتراضات در جریان مراسم عزاداری در ماه محرم نشان داد و گفت از بعد از ظهر امروز که مراسم در هیئت‌های عزاداری، تکایا و مساجد آغاز می‌شود، همکاران ما در سراسر شهر تهران به صورت آماده باش خواهند بود. فاکس نیوز طی گزارشی اعلام کرد بشار اسد با حمله شیمیایی علیه استان ادلب موافقت کرده است. بنا به این گزارش، وال استریت ژورنال نوشت اسد از حمایت روسیه و رژیم ایران برخوردار است. آمریکا و فرانسه هشدار دادند که حمله شیمیایی علیه ادلب واکنش کشورهای غربی را برمی‌انگیزد. سرگرد ابراهیم جبور از افسران ارتش آزادی سوریه با اعلام آمادگی رزمندگان سوریه برای دفاع از ادلب گفت سرنوشت ادلب همچون سرنوشت دیگر مناطق سوریه نخواهد بود، بلکه رزمندگان در این استان نیروهای رژیم اسد را شگفت زده خواهند کرد. وی افزود در صورت حمله نیروهای رژیم اسد و شبه نظامیانش به ادلب، ارتش آزادی سوریه به دفاع از شهر بسنده نخواهند کرد و دست به حملات تلافی جویانه به لازقیه، حما و حلب خواهند زد. خبرها حاکیست مادر رامین حسین پناهی که فرزندش روز شنبه به دست دشقیمان خامنه ای اعدام شد، تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور ماموران جنایتکار اطلاعاتی توانسته بود پیکر بیجان فرزند خود را در بهشت زهرا ببیند. اما با درخواست وی برای دفن فرزندش در کردستان مخالفت شده است. وی بعد از اعدام فرزندش طی سخنانی در بهشت زهرا گفت پسرم را بیگناه اعدام کردند. 20 روز بود غذا نخورده بود و با دهان دوخته و گرسنه اعدامش کردند. کامیونداران در نیشابور برای دومین روز متوالی در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و لاستیک اعتصاب کردند و در مقابل فولاد نیشابور تجمع کردند. اهالی روستای زلزله زده بیبیانی از توابع سرپل ذهاب در اعتراض به بیکفایتی کارگزاران رژیم در رابطه با بحران بی‌آبی در این روستا در مقابل استانداری رژیم در کرمانشاه تجمع کردند. در سوئد حزب سوسیال دموکرات برنده انتخابات پارلمانی این کشور شد. شمارش آرا نشان می‌دهد که این حزب بیش از 28% آرا را به خود اختصاص داده است. حزب میانه رو با بیش از 19% آرا دومین حزب برنده این انتخابات است. حزب ملیگرا و ضد مهاجر دموکرات‌های سوئد با افزایش 5% بیش از 17% آرا را به دست آورد و در مقام سوم قرار گرفت. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری، خدا نگهدار.